دارم اینجوری فکر میکنم که نه، من اون رو بی اساس نیاوردم، چک کردم، حتی با کسی چک کردم و گفت هر جمله ای رو از اون میخوای حذف بکنی، با خانمی که روانکاوه و فرانسویه، گفت هر جمله ای رو از توی یه خانم روانکاو فرانسوی، گفت هر جمله ای رو میخوای از اون بخش حذف بکنی حذف کن، این یکی رو حذف نکن. و الان من در طول بکنم 82 مصاحبه ای که دارم، اولین باره که این جمله هایلایت میشه توسط یه نفر که اون یه خوده برای من عجیبه. برای خانمه دیگه زیاد عجیب نیست، به خصوص برای کسایی که دستی از دور براتش دارند این قضیه فرق میکنه. آیا واقعا لازم بود که جولیت بینوش این نقش رو بازی کنه؟ بعد از اینکه فیلمنامه روی جولیت بینوش نوشته شد حتما لازم بود. یعنی اصلا میشه غیر ممکن بود، برای اینکه اون یه تعهد عاطفی اخلاقی من بود به جولیت. وقتی که جایزه اسکار رو گرفته بود، این رو من از خودش اول نشیدم، از یک خبرنگار فرانسوی شنیدم که گفت بهش، ازش سوال کردم دلت میخواد که در هولیوود الان کار بکنی؟ گفت نه، اگر واقعا بخوای من دلم میخواد که با کیارستمی کار کنم. و وقتی شنیدم اصلا نمیستم که جولیت بینوش من رو میشناسه. ولی بارها و بارها وقتی که در فستیوال ها دیدمش، یا در کن دیدمش، یا در مهمونی دوستان فرانسوی دیدمش، اون رو تاکید کرد و از من خواست که پس بالاخره کی میخوای این کارو بکنی. اون موقع یه قصه‌ای تو ذهنم بود که گفتم حالا برای نقش جوونه و یواش یواش اتفاق میفته. ولی وقتی جولیه تهران بود، نمیدونم به چه دلیلی، ولی یه داستانی رو برایش تعریف کردم که کمی هم جنبه واقعی داشت و اونچنان اون واکنش خوبی نسبت به این قصه نشون داد که من در طول تعریف این قصه با انگلیسی شکستم، این قصه رو در همون زمان گفتن تبدیلش کردم به یه فیلمنامه، از بس اون واکنش های قشنگ نشون میداد. حتی دیدم چشمش اینجایی پر عشق شد و فکر کردم که خب این فیلم باید بسازم. خب موقعیتی بود و منم اومدم کار کردم، ولی من هیچ تعهدی اخلاقا به هیچ قصه‌ای، به هیچ آدمی، حتی به خودم به عنوان فیلمساز ندارم. اگه یه فیلمی دوباره به ذهنم رسید، فیلم بعدی رو میسازم، ولی همیشه فکر کنم آخرین فیلم منه، یا اینی که ساختم یا اینی که دارم میسازم. این فیلم رو بهمن، پسر جوانترتون، تدوین کرده. یه بگین که بهمن چه چیزی اضافه کرد به این فیلم؟ بهمن چیزی که اضافه کرد به این فیلم، به فیلم اضافه نکرد، به مؤلف فیلم اضافه کرد، اون که من بودم. آره، یکی از روزایی که مونتاژ میکرد در یکی از کنفرانس هایی که من گرفتم برده بودم، انقدر دچار هیجان شد که من بوسید و این بوسه بعد از من فکر کنم 10 سال اتفاق افتاد. این برای من خاطره من بود. ولی فیلم های من واقعا مونتورا زیاد نمیتن چیزی بهش اضافه کنم، برای اینکه من فقط بهمن بهترین کاری که کرد تیکای خوب رو با سلیقه خیلی خوبی داشت انتخاب میکرد. یعنی از 4 تا برداشت وقتی یک پلان رو نهایتاً به من نشون میداد، دلایل کافی داشت که چرا این پلان رو نسبت به پلان دیگه ترجیح داد. کاراکترهای مردشون از نظر عاطفی خیلی شبیه هم، مثلا بازی ویلیام شمر منو یاد یه مقدار همایون ارشادی تو فیلم طعم گیلاس داد. آدمایی که احساساتشون خیلی منجمد شده، خشکن، نمیخوان عواطفشون رو نشون بدن. شما اینا رو اینطوری میکنین یا اینا از اول اینطوری هست؟ معلوم نیست، این یک کمی جای تأمل داره پاسخش. شاید انتخاب میکنم کسایی که احساساتشون رو خیلی خوب بیان نمیکنن. همایون ارشادی رو یادم وقت بهش گفتم تو فیلمم بازی میکنی، گفت این باعث افتخار برای من و بسیار خوشحالم از دریافتش. نه افتخاری درش دیدم نه خوشحالی، فکر میکنم همینو منو جذب کرد. ویلیام شیملم یادمه که خود جولیت هم گفت یه شباهتی بین این و اون نمیبینه. ما به هر حال همیشه تکرار میکنیم و همیشه خودمون رو دنبال خودمون میگردیم، همیشه تایید خودمون رو میخوایم. برای همین هم اگه با یه پرسوناژ حالا خشک و مرده و اینا اعتقاد ندارم. اگر کسایی که واقعا احساساتشون رو پشت پرده ظاهری پنهان میکنن، برای اینکه بهشون لابد احساس امنیت میده. خود منم تقریبا همینطوره، یعنی بیشتر احساساتم رو پنهان میکنم تا بیان کنم. در همین عینک میزنی؟ نه، عینک هم دلایل دیگه ای داره، ولی الان برای این هم عینک میزنم.
یادم سال 1997 بعد از اینکه جایزه نخل طلایی رو بردین و کاترین دونوف شما روی صحنه برای تبریک بوسید، مسائل زیادی براتون پیش اومد. امسال فکر کردین که اگه دوباره یه همچین موقعیتی پیش بیاد چه کار بکنین؟ عرض کنم که بهش فکر کردم، به جایزه خودم فکر نکردم، ولی راستش به جایزه جولیت فکر کردم و اگر فکر کردم کنار من باشه خب باید چیکار بکنم. من طبیعتاً اخلاقاً به یک فرهنگ یه ملتی هم وفادارم، یعنی نمیتونم بگم که خب درسته که در شریعت ما بوسیدن یک زن جایز نیست، اما در فرهنگ ما نبوسیدن یک زن وقتی که ما میدونیم که هیچ نوع حسی پشت این نیست، این یک نوع ادب، یک نوع احترام، یک نوع ابراز احساسات دوستانه است، اون هم جایز نیست. بنابراین هر دوتاش مشکل راست، یکی من به شریعتمون نگاه کنم، یکی به فرهنگمون نگاه کنم. در هر دو صورت فکر میکنم که گروهی رو خواهم رنجوند، اگه ببوسم یه دی رو میرنجونم، اگر نبوسم یه دی دیگر رو میرنجونم، اما اگر نبوسم خودم هم میرنجونم. بنابراین فکر میکنم که ببینیم. از شما خیلی انتقاد شده، اینکه موضع سیاسیتون رو مشخص نکردین، اینکه فیلمای روشنفکرانه میسازین. جواب شما به این نوع انتقادات چیه؟ والا جوابی براشون ندارم، جوابشون خودشون، اگر به نظرم وقتی که ازشون سوال بکنین که موضع مشخص یعنی چی، اولا موضع مشخصتون رو بیاین در ایران بگیریم. کسایی که خارج از ایران میگن مشخص نداره، آره اونا میتونن موضوعهای جدیتر و مشخصتری بگیرن، اما من اهل گفتگوام، اهل حرفم، حرفمو میزنم جایی که لازم باشه، اما این موضع مشخص به تعبیر بعضی ها اگر فحاشیه، ذاتن اهل فحاشی نیست. من گفتگو میکنم و من نسبت به اینم مفتخرم، چرا که نه، امکان گفتگو هست، امکان گفتگو امکان گفت هست، ولی گو نه. من برای اینکه نامه‌ای که برای جعفر پناهی نوشتم اولا نمی‌دونستم به کی باید بنویسم و هیچ پاسخی هم نگرفتم، دلایل خودم هم داشتم و تو نامه جعفر پناهی به این گفتم که به این اشاره کردم که اگر حتی با تعابیر شما جعفر کار خلافی انجام داده برای اینکه مجوز نگرفته برای فیلمش، تقصیر شماست، برای اینکه شما راحت مجوز نمیدی. سینمای مستقل نظر شما یه سینمای محتومه، ولی اینکه آدم مستقل نظر شما آدم محتومه. من مطمئنم از فیلمای من بعدشون، نه اینکه بعدشون میاد، فیلمای من حاوی هیچ چیزی نیست به اون شکلی بتونن اعتراض کنن، حتی فیلمی که اینجا ساختن، ولی اونا با خود من مشکل دارن به دلیل اینکه از آدم مستقل راضی نیستن، استقلال منو دوست ندارن و فکر میکنن اگر که خب دست من روی سنگ اونا بود، خب از من بهره برداری های بهتری هم شاید در دوره میشد. برای من توضیح ندارم، توضیح من کارنامه من در سالهایی که گذشته، 12 ساله که من فیلممو نساختم، یک دونه نامه ننوشتم، یک تقاضا نکردم، هیچ مجوزی نگرفتم، هیچ نوع کمک مالی دریافت نکردم. اگه دلشون میخواد این فکر بکنم من چی کار میتونم بکنم؟ هرچی دلتون میخواد بکنم. Sorry. من خیلی سوالایی دیگه دارم، من اینجا نشسته استاپ. خب دیگه. خب میری میشه دیگه. خواهش میکنم میتونم بگم. استاپو میگیری؟ استاپو میگیری؟